با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، امیدوارم که با لطف پروردگار متعال لحظاتی رو بتونیم باز در سایه کلام الهی و هدایت ربانی سپری کنیم. آیات سوره آل عمران رو داشتیم بررسی میکردیم و رسیدیم به آیه 75 سوره آل عمران که در ضمن مجموعه آیاتی بود که بحث اهل کتاب، خلق و خوی اهل کتاب و به همین صورت انحرافات اهل کتاب و فکر و اندیشه‌ای که اساس توحید داشت ولی با غلو خودش رو به شرک و خروج از مبادی و اصول اعتقاد حقیقی کشند. این انتقاد قرآنی یا این نقد قرآنی در واقع برامون اصول و مبانی فکری و اعتقادی رو بیانگر هست که این مبانی و این اصول در همه دوره های تاریخ باید مد نظر قرار گرفته بشه و به همین صورت برامون آفتهای متعددی رو تعبیر یا تعریف میکنه که اون آفتها بر اهل دین وارد میاد به اشکال مختلف، به از راه‌های متعدد و دین حق و صحیح رو دچار انحراف و دچار فرسودگی فرسایش میکنه. الله متعال دین خاتم یا دین آخرین دینی که برای هدایت بشر رو فرستاد، اون دین رو خودش حفاظتش رو بر عهده گرفت. حفاظتش طوری الله متعال اسبابش رو مهیا کرد که حرف به حرف و کلمه به کلمه به طور معجزه آسایی برامون باقی موند. سخنان نبی ما با اصول و ضوابط علمی قابل نقد و بررسی هست. اونچه که روایت شده و نسبت داده شده و از طریق این ضوابط و اصول علمی تشخیص دادن و پی بردن به صحت و سقم اونچه که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده برامون سهل و بسیار آسان هست. اما اونچه که به عنوان آفت و به عنوان اسباب انحراف بعد از تدین مطرح هست یا برامون زنگ خطری تلقی میشه، رفتار یا برخورد یا عمل کرد و تعامل ما با نصوص دین است. اصل نص دین رو نمیتونیم یا نخواهد تونستیش کسی تحریف بکنه با وجود تمام داستانها و قصه هایی که ساختند و در قالب دین در آوردند، نتونستند کلمه ای از قرآن رو تحریف کنند، اگرچه خیلی از جرأتمندان منحرف در تاریخ از جمله کلینی ابواب‌هایی رو هم باز کردن در کتب خودشون برای اینکه تحریف قرآن نعوذ بالله صورت گرفته، ولی این سخنشون نب در بین دشمن تونست ابزاری بشه یا وسیله‌ای بشه، چون از علمیت یا از هیچ گونه سندی برخوردار نبود و نه در بین خود پیروانشون ارزش و حیثیتی رو به دست آورد. خود پیروانشون هم، پیروان کلینی و امثال کلینی و مجلسی هم این جرأت رو نمیتونن بکنن که ادعا بر تحریف قرآن رو ناقل یا حامل یا ابراز کننده باشن.